سلام، هم شما استای خوبم. من علیرضا، اینجا ویدارت ویژن همچنان، و خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای تحلیل رندر. خب از وقتی که ما ویدیوهای تحلیل رندر رو شروع کردیم گذاشتیم تو کانال، تعداد بچه‌هایی که رندر میفرستادن واسه این که مثلا بخوایم نظر بدیم روش، مثلا بگیم که چیکار کن چیکار نکن، مثلا رندرت خوبه یا بده، تو کانال و اینستاگرام خیلی رفته بود بالا. یعنی خیلی بچه‌ها میفرستادن. الان یه مدت تحلیل رندر نذاشتیم، یه ذره افت کرده، ولی مطمئنم باز بذاریم بچه‌ها کارشون رو میفرستن. پس اگه گروه تلگراممون رو ندارید، اگه کانالمون رو ندارید، اگه اینستاگراممون رو ندارید، حتما لینک همش توی دیسکریپشن همین ویدیو هست، حتما جوین بدید. و اگر میخواید کارتون توی سری بعدی باشه که بخوایم اونا رو تحلیل بکنیم، حتما برامون ارسال بکنید. پس بدون وقفه بریم سراغ کارا، نظراتمون رو بگیم، اگر اشکالی هست، ایرادی هست. اینم بگم بچه‌ها، صرفا ما تمام مواردی که میگیم فقط برای اینه که شما کارتون ارتقا پیدا کنه، کارتون بهتر بشه. وگرنه با دیفالت خیلی از بچه‌ها هستن کارشون خیلی خوبه، ولی باز ما روش ادیت میدیم به خاطر اینکه ممکن از اینی که هست حتی بتونه بهتر بشه. بریم سراغ اولین رندر. فقط قبل از اینکه بریم سراغ اولین رندر، کانالمون رو اگر سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. اگه ویدیو اگه خوشتون میاد لایک بکنید و نظراتتون رو حتما توی کامنت ها، انتقادی پیشنهادی چیزی هست بنویسید. بریم سراغ اولین رندر. خب تعداد رندرهایی که بچه‌ها این سری فرستادن خیلی زیاد نبود، چون خیلی هم یهویی شد. من تو گروه گفتم که مثلا ارسال بکنید کاراتون، واسه همین تعداد رندرها خیلی زیاد نیست، کلا 8 دونه رندره. حالا من سعی می‌کنم یه کوچولو بیشتر دیتیل بدم به کارها تا بچه‌ای که کار فرستادن بیشتر متوجه حالا مشکلات یا نقاط ضعف رندرشون بشن. خب رندر اول، این رندر که کلا رندر خوبیه، خب یعنی خیلی نمیشه روش حرف زد که بخوام بگم نه اینجاش عوض کن روش عوض کن. کلا رندر قابل قبولی. الان از مثلا 10 راحت 8-9 میگیره این رندر، ولی یه سری نکاتی داره که الان مثلا بهش دقت میکنی میتونه ادیت بشه. ولی در کل میگم رندر خوبیه. کلا همه رندرها همینطور، حالا فقط این رندر صرفا این قابلیت ها رو نداره، این خصوصیات رو نداره. ببینید، اولین چیزی که من به چشمم میاد این نورای آیسه که دارم روی این دیوار و روی این مثلا این نمای اینجا میبینم، ولی منبع های تامین کننده این نورای آیسه رو نمیبینم. خب یا مثلا این تعداد سایه‌ای که مثلا واسه این سرویس افتاده رو من نمیدونم منابع نورش کجاست. خیلی بهتره این کارتون اصلا جذابتر میشه اگه توی همچین فضاهایی منابع نورتون هم قابل دیدن باشه. خب یعنی الان اینو یه ذره فیلد آف ویو کارتون رو مثلا بیشتر میکردین که منابع نوری یعنی سقف مثلا دیده بشه، یه مقداری مثلا از کف دیده بشه، یه ذره آبجکت مثلا دیگه این سمتای چپ و راست مثلا بوی ذره کات شلوغ تر میشد، به نظرم خیلی میتونست جذاب تر از این کنه کار رو. یا مثلا میگم همین که مثلا آیسا رو نمیبینم که مثلا من منبع نورش کجاست، این خودش یه مقداری به نظرم اوکی نیست. بعد مثلا همچین رندری و مثلا متریال ها خیلی خوبن، خب واقعا توی همه جهات متریال ها خیلی خوبن. همچین رندری و واقعا باید برد تو فتوشاپ یه ذره تکسچرش رو برد بالا که یه ذره بیشتر این متریال خودشون رو نشون بدن. وقتی همچین متریال انقدر خوب ساخته شده، قطعا توانایی اینو داره که مثلا یه ذره با اغراق رنگ ما ببینیم قشنگ قدرت این متریالی که ساختیم قشنگ به رخ بکشیم دیگه. واسه همین میگم یه ذره اینو مثلا تو فتوشاپ ببریم باش بازی کنیم، خیلی میتونه رنگ و لاب بهتری داشته باشه و قشنگ موقع دیگه رندر مثلا به چشم میاد. یا مثلا چه میدونم این واسه این دوشش مثلا میشد آب گذاشته، اصلا کلا میشد مثلا یه تیکه از این داخل اینو مثلا متریالشو خیس کار کرد. میگه خیلی مثلا کارهای جالب و جذاب میشه روش انجام داد. ولی در کل بازم میگم رندر خیلی رندر خوبیه. رندر بعدی واقعا چیز خاصی خیلی به نظرم نمیرسه که بخوام بگم، خیلی رندر کاملیه. یعنی واقعا حتی اصلا چیزی به ذهنم نمیرسه که بخوام بگم، یه چیزی به ذهنم نمیرسه که بخوام اضافه کنم. هر چیزی رو میام بگم واقعا کامل درست رعایت شده. اول از کادر بگم که خیلی کادر خوبیه به نظرم، کادر رو کامل اندازه بسته. قشنگ نگاه کن دیگه، هیچ چیز اضافه‌ای تو کادر نیست، هیچ جا از کادر بیرون، از همه چی کامل سر جاشه، کادر قشنگ درست بسته. یه ذره شاید مثلا تارگت اگه بیشتر می‌برد سمت سقف جذاب‌تر می‌شد، یعنی دوربین یه مقدار می‌اومد پایین‌تر که این متریال کف بیشتر دیده بشه. چقدرم جذاب این فرش و این متریاله، چقدرم
متریال کف خوبه. ببینین بامپی که الان روی این فلور ایجاد کرده واقعا جذاب کرده کلن این متریالو. بعد از طرف اصلا رفلکتش خیلی طبیعی و جالبه. ببینین یعنی کلن رندر خیلی خوبیه. آبجکت های با کیفیت طراحیشم درسته. این نوری که اینجاست البته حالا تو روز انقدر اغراق‌آمیز دیده نمیشه، ولی به هر حال میگم رندر بسیار بسیار خوبیه. یا باز مثلا نکات دیگه این که ببینید شما این نوری که الان داره میزنه تو یه نور سرده، یه نور دمای مثلا 6000-6500 اگه دقت بکنید، خب این دما قشنگ هوای ابری میخواد که قشنگ اینجا اومده تو این بک‌گراندی که این پشت گذاشتم رعایت کرده. اینا خیلی نکات مهمیه. همینه که باعث میشه تو نگاه اولین رندر رو ببینی بهت یه حس رئال بده. من الان بیام این پشت به عنوان بک‌گراند 4 تا درخت بذارم با یه فضای گرم، اصلا حسی که این نوری که این فضا داره رو به هم نمیده و همین باعث میشه که تو همون نگاه اول یه فرد عادی هستن، کارفرما، هر کی این کار نگاه کنه بگه مثلا نه این کار خیلی رئال نیست، یه جوریه. حالا اون به صورت تخصصی نمیتونه بگه که مشکلش کجاست، ولی میگم این جور نکات تا وقتی خودتون روش ریز بشید دقت کنید خیلی در نهایت روی کارتون میاد تاثیر میذاره. در کل این رندرم خیلی رندر خوبی. حالا بریم سراغ رندر بعدی. این رندر همش کار یکی از بچه هاست، کارش هم خیلی خوبه انصافا، خیلی ایراد نمیشه گرفت از کارش، ولی باز یه سری نکات رو داره که هر کس شما کارش رو بذاری یه سری نکات هست که اگه رعایت کنه میتونه کارش بهتر شه. یه ذره شاید امبینت اوکلوژن اگه کم میکرد تو کارش، حالا نمیدونم چند میذاره اصلا بهش دست میزنه یا نه، ولی یه ذره اگه امبینت اوکلوژن رو کم میکرد انقدر این گوشه ها مثلا یه ذره اقراق‌آمیزه دیگه، میبینین؟ یا اصلا فکر کنم باکس نچسبیده کامل به این دیوار، احساس میکنم یه ذره فاصله داره. به هر حال یه کوچولو فکر کنم امبینت اوکلوژن کم شه بهتر بشه، نتیجه بهتری داشته باشیم. متریال سقف خیلی خوبه. توی طراحیش بخوام بگم یه کوچولو احساس میکنم این مولتی ترک هایی که گذاشته این نوره واسه این فضا کافی نیست. الان همین رو بخواد رندر شب بگیره فکر کنم متوجه بشه که کلا این نوری که اینجا هست برای این فضا کافی نخواهد بود. این متریالی که واسه اینجا استفاده کردین سنگ خیلی متریال خوبیه، فقط کاش یه ذره رزولوشن تکسچرش بالاتر بود. یه کوچولو هم احساس میکنم که یوویش یه ذره کشیده شده، شاید یه ذره توی همین محور کمتر اسکیل شده بود نتیجه بهتری رو میداد. یه چیزی هم که اینجا مشخصه این تایل تکسچر است. این خب واقعا کاری نداره، این تو فتوشاپ یه براش ریز اینجا بکشی مشکل برطرف میشه. مثلا یه ذره زوم کنی از این زاویه کامل مشخصه، قشنگ تو ذوق میزنه. ولی در کل میگم همه چی سر جاشه. اینم هم کادرش خیلی خوبه، هم نورش فوق العاده است، باز بک گراندی که استفاده کرده خیلی خوبه، طراحیش کامله، متریال ها خیلی خوبه و بازم میگم رندر واقعا یه رندر خیلی خوبه. رندر قشنگ 9 از 10. این چیزایی که من میگم واقعا چیزای خیلی جزئی، اصلا شاید حتی نیاز نباشه این چیزایی که من میگم بخواد رعایت یا ادیت و اینا بشه. بریم رندر بعدی. خب اولین چیزی که مثلا میشه راجع به رندر گفت کادر نچندان خوبشه دیگه. ببین یه کار به این خوبی با این متریالا و این نوره به این خوبی انقدر نور مخفیه قشنگ تو کار گذاشته، مثلا انقدر دیتیل رعایت کرده. همین نوره مثلا، اینم یه حرف رندر بعدی، همین نوری که اینجا گذاشته این خودش مثلا میاد فضاشو روشن میکنه، این نورایی که اینجا گذاشته، این همین نور کار کرده، یه رندر شبه به این قشنگی گرفته. ولی مثلا کادر یه ذره کادر درستی نیست. ببین الان این کادر یه جوری گیر کرده بین یه کادر زاویه پرسپکتیو که مثلا از زاویه دیده یه شخص باشه با یه کادری که مثلا از روبرو بخواد گرفته بشه، یه کادری که نما رو بخواد قشنگ به صورت مستقیم و خطی نشون بده. مثلا میگم کادرش اگه یه ذره بیشتر روش کار کنه، حالا یا بیشتر پرسپکتیویش کنه یا کامل بیاد در روبرو بگیره، اینا فکر کنم خیلی رندر قدرت خودش رو اصلا بیشتر نشون میده. طراحی خیلی خوبی داره واقعا، خیلی نمیشه از این بابت ازش ایراد گرفت. گلیر نورا خیلی اندازه است و همه چی اوکی. حالا من نمیدونم این یه تیکه آبجکت مثلا رو هوا مونده، اینا حالا چیزایی که خیلی تو نگاه اول شاید به چش نیاد. مثلا کلا یه ذره دیتیل اگه اضافه میکرد، مثلا تراسا انقدر همشون یه شکل نبودن فقط نوراشون فرق کنه، مثلا انقدر کپی گرفتن واضح نبود، حالا کاری ندارم که این به عنوان یه ساختمون کناری که بیاد مثلا کنار ساختمون اصلی زیادی خوبم هست، دیتیلش حالا میره رندر بعدی، دیتیلش زیادی از حد بالام هست، ولی کلا دارم میگم
دیتیلش میگم اگه یه ذره بیشتر باشه، یه ذره از این حالت تقارن خارج بشه، خیلی مثلا قشنگ تر میشه. خود ساختمونش هم باز همینطور، خود ساختمون مثلا بیاد اینجا نمیدونم 4 تا فلاور باکسی چیزی بذاری که نمای یه ذره از این مثلا خشک و ساده بودن در بیاد، اینم باز حالا بیشتر ایراد طراحی، ایراد رندر نیست. رندر خیلی هم خوب و جالبه و برگایی که رو زمین ریخته خیلی مثلا ببین میگم بچه یه سری چیزا کامل باید دلیل داشته باشه. خب مثلا این برگایی که الان اینجاست، اولا که اصلا حالا قشنگ نیست، واقعا نبود خیلی جالب تر میشد جندر. بعد مثلا چرا انقدر بزرگ برگا، چرا انقدر همش به یه سمت، انگار مثلا تو آسفالت شکوفه زده، میگه چی میگم. بعد اصلا این برگا اصلا همین جوری رو من قبول میکنم که هست. خب کجا ریخته این برگا؟ یه دونه درخت وقتی تو کادر نیست، من میگم این برگا رو مثلا باد آورده، همه رو مثلا پخش کرده اینجا. یه سری چیزا رو میگم یه دلیلی چیزی داشته باشه دیگه، اگه میخوای تو رندرتون بذارید. به هر حال به غیر از اون فضاسازی ها خیلی خوبه. رمپ مثلا پارکینگش هم خیلی متریالشو با این متریال اینور خوب ست کردم. متریال آسفالتش خیلی خوبه. حالا اگه نره هی رندر بعدی که خیلی خوب میشه. متریال آسفالتش میگم خیلی خوبه. حالا انقدر هم آسفالت در داغون نمیذاشت اوکی بود، ولی همین که انقدر خوب تونست این مسئله در بیاره خیلی خوبه. این ماشینی که بهش مثلا چیز داده، انیمیت داده، شاید خیلی معلوم نباشه اصلا که این یه ماشینیه که انیمیت بهش داده شده. توی این کادر واقعا به نظرم همچین چیزی گذاشتن خیلی درست نیست. اینا اگه یه ذره کادر واید تر باشه، مثلا فضای بیشتری رو شما بتونی تو رندرت نشون بدی، اون موقع بیا یه همچین حرکتی بزنی، اونم تازه نه با این انیمیشن، با یه حالت دیگه، خیلی میتونه جذابم بکنه. مثلا حالا رد چراغ، مثلا ماشینت هم میتونی تو فتوشاپ بیاری درست کنی و اینا، خیلی هم میتونه کارتو جذاب کنه. ولی تو این کادر همچین کاری یه کوچولو به نظرم درست نیست. به غیر از اون میگم رندر خیلی رندر خوبیه. این نکاتی که من گفتم اگه رعایت بکنه به نظرم میتونه قشنگ رندر خیلی تاپ باشه، چون هم از لحاظ طراحی، هم از لحاظ ساخت متریال و نهایتا نور پردازی خیلی رندر خوبیه. واقعا نور این رندر، رندر خیلی خوبیه. مثلا باز میگم آسمون این رندر خیلی راحت یه سیف پی ان جی بگیرین تو فتوشاپ میشه آسمون خیلی قشنگتر انداخت روش دیگه. حالا صرفا از آسمون ساده ای که خود ویری به همون داده استفاده نکن. به این رندر بعدی که انقدرم اومد تو رندر قبلی هی دستمون میخورد، منم با چه نرم افزاری بچه فکرم با لومیون تو گروه برستادن، گفتم با لومیون گرفتن. اولین چیزی که به چشمیاد یه مقدار خیلی زیادی احساس میکنم تو فتوشاپ تکسچر ایناش رفته بالا، یه ذره زیادی اغراق آمیزه همه چی، همه رنگ و اینا. حالا از اون که کم بکنیم، میگم یه سری چیزا هست همون تو نگاه اول میزنه تو ذوق آدم، در صورتی که مثلا یه فرد عادی شاید خیلی بهش توجه نکنه ولی میخوره تو ذوقش. مثلا بهش نشون بدی رندر رو شاید خیلی خوشش نیاد ولی ندونه واسه چی. خب دلیلش مثلا میشه این که همچین آسفالت خیسی که انقدر آب رو زمین جمع شده، شما ببینید اینجا اصلا یه جوری یه استخری واسه خودش درست شده دیگه، انقدر آب رو زمین جمع شده، بعد آفتاب جوری داره میخوره به این ساختمون که این اشعهش منو الان داره از پشت مانیتور اذیت میکنه. خب همچین آفتابی، همچین زمین خیسی رو نداره دیگه 100%. متوجه میشین چی میگم؟ اگه قرار آسفالت انقدر خیس باشه، اگه قرار انقدر بارون اومده باشه، پس این آفتاب دیگه چی و این نور اصلا چیه؟ انقدر باید این فضا بارونی باشه که اصلا تو همچین آسفالتی میخوای کار کنی، باید بارون بیاد اصلا از آسمون. یعنی باید افکت پریسیپیتیشن اگه اشتباه تلفظ نکنم و تو لومیان اصلا فعال کنی، بعد رندر بگیری. یا از طرفی اگر قرار نیستش، اگه مثلا میگی نورم خوبه، این آسفالتو دیگه نذار. باز یه موضوع دیگه این که این متریال سفید یا رفلکتش زیادی بالاست یا نوری که داره میزنه خیلی زیاده، چون تو کل این متریال سفیدی که من دارم میبینم زیادی اوور اکسپوز شدن، خیلی سفیده. خب این اصلا درست نیست، انقدر کنتراست بالا توی رندر درست نیست. الان انقدر مشکی و انقدر سفید، اینکه انقدر جفتشون به سفیدی و مشکی بکر نزدیکن، یه ذره حس اون طبیعی بودن از آدم میگیره دیگه. پس میگم رعایت این نکات و یعنی کادر خوبیه، کادر درستیه، طراحی و آبجکت ها و
آبجکت گذاری اینا همشون عالیه، واقعا عالیه. خب منتها این نکاتی که من میگم اگه رعایت بکنه از این رندر قشنگ یه رندر فوق‌العاده خوب میتونید در بیارید. بریم سراغ رندر بعدی و رندر آخر. حالا یه چیزی که خیلی من تو به ذهنم میرسه، این کاری که از بچه‌هاست که خیلی هم با من کلکسیون کرد تا به همچین رندری رسید. من نمیدونم، حالا نه خودش نپرسیدم که این طراحیش کلا قراره این شکلی باشه که 1 2 3 4 5 6 7 8 دونه حالا حالت باکس بیان اینجوری و هم دیگه بچسبن. اگه قراره طراحی اینجوری باشه، حالا یه کوچولو کادر اگه واید تر باشه، یعنی ما یه فضای خیلی بیشتری رو ببینیم و بعد بیاد با پست پروداکشن داخل فتوشاپ اون فضای بیشتر رو تعمیمش بده، یه محیط شهری مثلا کوچیکی درست بکنه، 4 تا درخت بذاره، مثلا ماشینا رو یه ذره بیشتر بکنه و اینا، خیلی کار از این که هست جذاب‌تر میشه. یا یه ذره اینجا رنگا به نظرم دیگه اغراق‌آمیز شده، مثلا این رفلکت بالای این شیشه، این آسمونش دیگه زیادی آبیه، اینو زیادی داره منعکس میکنه، یه ذره انگار مثلا آب اینجا تاجه میشین، الان این آبی اصلا یه ذره تو ذوق میزنه دیگه تو همچین نمایی. نورش خوبه، نورش راضی ام، ولی یه ذره مثلا کاش آسمونش رو عوض کنه و یه ذره مشکلات میدونین چی داره، یه کوچولو بعد رو دیتیل به نظرم فضاش بیشتر کار کنه. خود ساختمون اوکیه، خب به نوبه خودش خود ساختمون خیلی خوبه. دفعه اولی که واسه من فرستاد این بالای ساختمونام با هم دیگه فرق نداشت، همشون یه شکل بود. حالا الان نگاه میکنم میبینم که یه کوچولو متفاوت شده، این خیلی خوبه که بالای ساختمونا با هم دیگه یه کوچولو فرق داره، همشون عین هم نیست، ریتم یه نواختی نداره. در کل میگم یه ذره دیتیل اگه بیشتر به اینجاها اضافه کنه، یه کادر وایدتری داشته باشه که جزئیات بیشتری رو نمایش بده، خیلی میتونه رندرش رو از این جذاب‌تر بکنه. خب خیلی خیلی ممنونم که توی این قسمت از برنامه تحلیل رندر هم برنامه که حالا پلی لیست تحلیل رندر هم با ما بودید. میگم اگر میخواید کارتون توی سریای بعدی ویدیوهای تحلیل رندر باشه، شما قطعا باز هم تحلیل رندر خواهیم داشت. رندرهای خودتون رو توی حالا چنل یا اینستا یا هر جایی که کلا یه جوری به دستمون برسونید دیگه رندراتون رو، که توی قسمت‌های بعدی این رندر شما باشه که ما نظراتمون رو روش میگیم. در نهایت باز هم اگه چنلمون رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید، در ویدیو خوشتون اومد یه لایک بزنید و نظرتون رو هم داخل قسمت کامنت برامون بنویسید. تا ویدیوی شما خوبه، بزرگ بسپارم، خدا نگهدار.